کارشناسا معتقدن شرط رسیدن به سکوهای افتخار توجه به ورزش مدارسه، به ویژه در رشته های پایه مانند ژیمناستیک. این رشته چند سالیه که در مدارس اجباری شده، اما کلاس های آموزش ژیمناستیک هم به کار آموزش این رشته میپردازن. کلاس اینجا چطوره؟ حالا من راضیم، خوبه. حالا بچه‌مو یه 3 ماهی میارم، راضیم، الحمدلله خوبه. خانواده ها از نحوه عمل کرده برخی مربیان گلایه دارن. مربی ها یه سری وعده و وعید ها میدن به بچه ها، وقتی همچنین پدر مادر ها، وقتی که موقع مسابقات میرسه عمل کرده ها زیر سوال میره، به طوری که مثلا این خانم ما بچه های ما رو برای مسابقات لیگ آماده کرده بودن. زمانی که مسابقات لیگ شروع شد به من اعلام کردن که نه، تو این گروه سنی ما بچه ای نداریم. مربیانی با حقوق های ناچیز، درجه 3 110 تومن، درجه 2 135 تومن، درجه 1 150 تومن. در ما دیده شده، حالا من که تایید میکنم، ولی خب با یه سری اولیا صحبت شده که اگه بخوام بیشتر کار بکنیم با توجه مشکلاتی که هست، مثلا این تومن من میگیرم بیشتر رو اینا کار میکنم. متخلفن جفتشون، هم مربی هم پدر مادر. پدر مادرها مقصرن به خاطر اینکه میدونن که یه مربی با 15 تا بچه داره کار میکنه، میگه با بچه من خصوصی کار کن، نمیتونه تو اون 15 تا با بچه ایشون هم خصوصی کار کنه. در تهران حدود 800 مربی زن و 350 مربی مرد آموزش ژیمناستیک رو به کودکان و نوجوانان بر عهده دارن. چه توصیه برای خانواده ها دارین؟ باید بیشتر دقت کنن. وقتی مربی ازشون تقاضا میکنه میگه بچه‌تون باید با خصوصی کار بشه، حتما تو سالون کار بکنن با بچه‌شون، یا دنبال بچه‌شون اصلا برن ببینن بچه‌شون با کی داره کار میکنه و کجا کار میکنه. حالا اگه همه کارها خوب پیش بره و دلزدگی از ژیمناستیک هم پیش نیاد، این علاقه‌مندان در مدارس به معلم‌های ورزش سپرده میشن تا هر کدوم بر اساس علاقه‌مندی به رشته‌ای ورزشی هدایت بشن.